سلام و شب بخیر. آرزو دارم ساعت خوشی رو تا این لحظه از چهارشنبه 8 دی ماه گذرونده باشید. آرش سیگارچی هستم همراه شما در برنامه روی خط. و همونطوری که دیشب خبر دادم در برنامه امشب می‌خوایم نگاهی داشته باشیم به سانسور و ممیزی کتاب در ایران. در سال‌های اخیر سانسور کتاب افزایش پیدا کرده و البته مقامات ایران اون رو ممیزی کتاب می‌نامن. در خیلی از کشورهای توسعه یافته ممیزی کتاب وجود نداره و اگر کتابی توهین‌آمیز باشه یا حقوق کسی رو زیر سوال ببره معمولا برای تصمیم گیری در دستگاه قضایی بهش رسیدگی میشه. تو ایران اما قبل از چاپ کتاب باید مجوز گرفت که همین موجب نظارت دولتی شده و عملا سانسور و باز به قول مسئولان ممیزی شکل میگیره. در برنامه امشب خانم منیرو روانی پور نویسنده مهمان برنامه هستن، اما قبل از حضور ایشون میخواییم نظر شما بینندگان رو بدونیم. به نظر شما آیا سانسور و ممیزی کتاب باید وجود داشته باشه یا خیر؟ بیاید روی خط و نظر بدید. گفتم راه های تماس، همکارم ماندانا تریان اینجاست برای معرفی راه های تماس. سلام بر شما. سلام بر آرش و سلام بر بینندگان عزیز. در رابطه بحث امروز که همین الان همکارم آرش معرفی کرد، اگر تمایل دارین که در این بحث شرکت کنین از چند راه میتونین با ما تماس بگیرید. یکی از این راه ها راه وبلاگ برنامه روی خط هست، آدرسش رویخط.blogspot.com. راه دیگر ایمیل برنامه هست رویخط@voanews.com و راه دیگر فیسبوک برنامه، صفحه فیسبوک ما صدای شما خط ماورای روی خط هست که موضوع برنامه اونجا نوشته میشه و میتونیم بیان اونجا در بحث شرکت کنید. ممنونم ازت ماندانا عزیز، امیدوارم نظرات خوبی داشته باشید. تا چند لحظه دیگه شماره تلفن برنامه رو هم اعلام میکنیم، اگر میخواهید بیاید روی خط و زنده نظر بدید میتونید این شماره رو یادداشت کنید با ما تماس بگیرید. اگر می خواهید روی خط باشید با شماره تلفن 202-692-4376 تماس بگیرید. روی خط @voanews.com و روی خط @blogspot.com دو راه دیگر تماس با برنامه ماست. خب برای اینکه دید کلی نسبت به موضوع کتاب و چاپ کتاب داشته باشیم انتخاب کردم آماری رو از سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آمار چاپ کتاب در سه مقطع رو خواستم مقایسه بکنم. یکی سال 76 که آخرین سال دولت آقای هاشمی رفسنجانی بود، یکی سال 84 که آخرین سال دولت محمد خاتمی بود و سال 88 که آخرین سال دولت نهم محمود احمدی نژاد بود. سال 89 رو به حساب نیاوردم چون هنوز این سال به پایان نرسیده و خب به هر حال برای توازن ترجیح دادم که سال پایانی کامل سال باشه. کل آمار انتشار کتاب در سال 76 15000 جلد بوده، در سال 84 51000 و در سال 88 به 60000 رسیده. از بین کتاب‌های منتشر شده کتاب ادبیات رو انتخاب کردم. در سال 76 3247 کتاب چاپ شد، در سال 84 9196 و در سال 88 12006 جلد کتاب. انتشار کتاب‌های دینی رو هم یه مقایسه ای کردم. سال 76 3394 کتاب چاپ شده، سال 84 10097 جلد کتاب و سال 88 10153 جلد کتاب دینی منتشر شده. و آخرین نموداری که میخوام بهتون نشون بدم مربوط به انتشار کتاب هنر، کتابای هنری است که در سال 76 719 جلد بود، در سال 84 2118 جلد و در سال 88 به تعداد 2316 جلد رسیده. به هر حال این منحنی ها و
شیب خودش بیان کننده نکاتی است. بعد از این مقایسه ها برسیم به گزارش اول برنامه که نگاهی داره به سانسور و ممیزی در ایران و به ویژه بعد از انقلاب. نظارت دولتی بر چاپ و نشر کتاب دهه هاست در ایران وجود دارد. چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، وزارت فرهنگ پیش از انقلاب یا فرهنگ و ارشاد اسلامی بعد از انقلاب متولی نظارت و سانسور کتاب بودند. اما هر کدام رویه‌ای داشتند که گاهی سخت گیرانه بود و گاهی با مدارای بیشتر. بعد از انقلاب اسلامی رویه این شد که نویسندگان کتاب باید نسخه‌ای را در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دهند. پس از مدتی این وزارتخانه نظر نهایی در مورد چاپ کتاب، لزوم اصلاحات احتمالی و یا عدم چاپ کتاب را اعلام می کند، رویه‌ای که شاید ماها طول بکشد. دولت مردان جمهوری اسلامی ترجیح می دهند به جای سانسور از واژه ممیزی استفاده کنند. در دوران دولت خاتمی سختگیری کمتری به نسبت سالهای قبل در حوزه چاپ کتاب شد، و همین مسئله همواره مورد اعتراض منتقدان محافظه‌کار و سنتی او شد، تا جایی که وزیر فرهنگ و ارشاد دولت خاتمی را برای استیضاح به مجلس کشاندند. بعد از تشکیل دولت احمدی نژاد، یکی از منتقدان دولت خاتمی یعنی محمد حسین صفار هرندی، نویسنده روزنامه کیهان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شد. سختگیری ها بر نویسندگان افزایش یافت. دوره ممیزی ها نیز طولانی تر شد و در 4 سال فعالیت دولت نهم، با اینکه دولت مدعی شد چاپ و نشر کتاب افزایش یافته، اما با اعتراض نویسندگان همراه بود، به خصوص که نوع تازه‌ای از محدودیت و سانسور در دولت نهم آغاز شد. مجوز بسیاری از کتاب‌هایی که تا چند سال قبل تجدید چاپ می‌شد لغو شد یا تجدید چاپشان مشروط به اعمال اصلاحات تازه‌ای شد. این موضوع در مناظره‌های معروف انتخابات گذشته از سوی میرحسین موسوی در انتقاد از دولت مطرح شد و برخی آن را تنها انتقادی دانستند که محمود احمدی نژاد پذیرفت. در سالهای اخیر بسیاری از نویسندگان و مترجمان روی به انتشار آثارشان در اینترنت یا خارج از کشور آوردند که عملاً سانسور و محدودیتی برای آن نیست. گزارشی از صدای آمریکا، واشنگتن. بیننده برنامه روی خط هستی. در این چهارشنبه شب از شما خواهش میکنم که حتما به وبلاگ برنامه روی خط سر بزنید و اگر دیدگاهی دارید برای وبلاگ ما دیدگاه خودتون رو منعکس کنید. همکارم ماندانا تدیون در طول برنامه نگاهی به دیدگاه های شما خواهد داشت و در انتهای برنامه سعی میکنه این دیدگاه ها رو جمع‌بندی و اعلام بکنه. اما برای برنامه امشب با توجه به موضوع برنامه دو وبلاگ انتخاب کردم که بهشون میخوام اشاره بکنم. اول سعی بزنیم به وبلاگ حضور خلوت اونس، وبلاگ عباس معروفی از نویسندگان سرشناس ایرانی. آقای معروفی مصاحبه ای رو که در با رادیو کوچه انجام داده رو در روی وبلاگش گذاشته و خب این مصاحبه که بیشتر در مورد نمایشگاه کتابه، اما در این مصاحبه آقای معروفی در مورد سانسور جمله ای گفته سانسور ریشه خلاقیت رو میخشکاند. اگه تمایل دارید میتونید از طریق آدرس وبلاگ آقای معروفی دنبال کننده این مصاحبه باشید. دومین وبلاگی هم که میخوام معرفی کنم اسمش ابر آبیه و خانم فاطمه ستوده اون رو مینویسه که ایشون مترجم و ویراستار هستن. نویسنده ابر آبی از افسایش و بی‌ضابطه بودن سانسور گله کرده و گفته واژه‌هایی مثل خوک هم سانسور میشه. خانم ستوده در وبلاگ ابر آبی نوشته که اخیراً مواد مخدر و حتی سیگار هم خط قرمز بررسان ارشاد شده و حتی در حوزه کتاب‌های روانشناختی هم اشاره به موضوع سیگار و مواد مخدر قدغن شده. خب بعد از نگاهی به این دو وبلاگ یادآوری کنم که اگر میخواید از طریق توییتر دنبال کننده برنامه روی خط باشید، کافیست به روی خط twitter.com خط مورب روی خط برید. آدرس صفحه توییتر ماست که میتونید از این طریق خیلی کوتاه دنبال کننده برنامه روی خط باشید. بعد از معرفی توییتر زمان به ارتباط با بینندگانی میرسد که روی خط هستند. اگر خواهش میخوام بکنم از علی عزیز که اولین بیننده ماست، از ساری اگر امکان داره خیلی کوتاه نظرت رو به ما بگو. به نظر شما آیا باید بر کار نویسندگان سانسور و ممیزی وجود داشته باشه یا خیر؟ نظرت چیه؟ علی از ساری. خب مثل که من که صدای از علی درست
خب الان صداتون میشنوم. الو آقای علی عزیز سلام. خواهش میکنم خیلی کوتاه نظرتون رو بفرمایید. به نظر شما آیا باید... بله من نظرم البته اینه که سانسور خیلی خوبه به نظر من و واجبم هست. چرا؟ دلیلش همه که مثلا یه مسائلی مثل هولوکاست رو اصلا نباید در موردش فکر کرد. یا مثلا در مورد آقای علی عزیز ببین یه بار ما 6 ماه پیش خیلی از موارد واجب میشه تو خیلی از موارد خوبه بعد خیلی از موارد اصلا اگر نباشه خوب. باعث میشه که مثلا همه چیز برنامه‌ریزی ها نمیدونم سیاست ها فرهنگ ها به هم می‌ریزه. علی عزیز ممنونم که آمدی روی خط. ما 7 ماه پیش یه برنامه در مورد هولوکاست داشتیم. جز 11 کشور که در اروپا هستند که انکار هولوکاست در اون کشورها جرمه، تحقیق و بررسی و نوشتن در مورد هولوکاست در بقیه کشورها جرم نیست، از جمله در ایالات متحده آمریکا. حتی ما برنامه‌ای داشتیم که دیدگاه موافقان و مخالفان در مورد هولوکاست رو منتشر کردیم. تا تلفن‌ها وصل بشه برسیم به گزارش نبض مردم از چند شهروند در اینجا در واشنگتن دی سی در مورد مجوز کتاب پیش از چاپ پرسیدیم که پاسخ‌هاشون رو میشنویم. Nobody can copy because of the copyrights and you get recognition. برای حفظ حق مؤلف و ثبت اثر شما باید ناظری وجود داشته باشه. That would be you can view your you can give out your views. وقتی شما دیدگاه خودتون رو می‌نویسید هر کس ممکنه اونا رو به نام خودش ثبت کنه. Take your own copy. And give us their own, right? باید بر کتابی که منتشر میشه نظارت بشه. Some monitoring should be some super. پس باید برخی نظارت ها انجام بشه. I don't know. I think that if some of the information. فکر میکنم برای اطمینان از درستی محتوای کتاب و جلوگیری از دزدی ادبی باید نظارت وجود داشته باشه. I think the government they need power to do everything. من فکر میکنم که دولت باید همه کاره باشه. به نظرم دولت باید هر کاری که نیازه انجام بده. Necessary need to be do. No, you are free to. نه، شما باید آزادی بیان و نوشتن داشته باشید. And Bishop Book free. اینجا یک مملکت آزاده. احتمالاً در برخی کشورها گرفتن مجوز ضروریه، ولی فکر میکنم که درست نیست. در کل معتقدم که نویسنده‌ها باید برای نشر آثارشون آزاد باشن. نه، فکر میکنم که باید برای انتشار آثارشون آزاد باشن. میدونم که بستگی به قوانین هم داره، ولی باید بتونن که هر چی که میخوان چاپ کنن. خب دیدید این شهروندان دیدگاه متفاوتی داشتن در مورد بحث ممیزی و اینکه نظارت وجود داشته باشه. بذارید بریم سراغ احسان از مشهد. احسان عزیز سلام بر شما، خیلی کوتاه اگر نظرت رو بفرمایید ممنون میشم. سلام بر شما. خواهش میکنم بفرمایید نظرتون رو. آقای سیگارشی بنده با سانسور مخالفم. بله. چه در ایران و چه در صدای آمریکا که معمولا شما بسیاری از مخالفین خودتون و مخالفین جمهوری اسلامی رو کلامشون رو سانسور میکنید و بسیار وحشیانه قطع میکنید تلفنشون رو، قبولهای جزئی صحبت کردن نمیدید. الان شما نظری در مورد سانسور دارید؟ اگر شما با سانسور مخالف هستید چرا در شبکه خودتون نظرهای مخالفین رو سانسور میکنید؟ یک دقیقه شما فرصت دارید در مورد سانسور نظرتون رو بفرمایید. من دیگه معتقد هستم که بسیاری از بحثایی که خلاف منافع ملیتون هست یا دروغهایی که شما تحویل مردم میدید، کسی بخواد این مقالطات رو باز بکنه و دروغها رو روشن بکنه، خب در واقع اون رو درک میکنید. و در شبهای گذشته که بنده برنامه شما رو نگاه میکردم شاید دارم که مکررن بسیاری از بینندگانتون رو که با شما تماس میگرفتن به مخصی که متوجه میشید در اون خطی که شما میخواید صحبت نمیکنم فوری اونها رو قطع. حداقل این یک دقیقه که به شما فرصت دادم احسان عزیز نشون میده که تحمل گردانندگان برنامه روی خط بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید. امیدوارم عملکرد من و همکارانم به گونه‌ای نباشه که دیگران هم مثل شما فکر کنند. متشکرم که آمدی روی خط و نظرت رو آزادانه بیان کردی. قبل از معرفی مهمان برنامه گزارش دیگری داریم. چرا سانسور؟ ببینیم مسئولان جمهوری اسلامی چه دلایل رو برای اعمال سانسور اعلام می‌کنند.
بعد از انقلاب اسلامی سال 1357، حکومت مذهبی حاکم بر ایران حرمت مقدسات و احترام به شعائر مذهبی مردم را بر اصول حاکم بر ممیزی کتاب که پیش از انقلاب وجود داشت افسود، به طوری که دهه 60 به یکی از مقاطع سخت کار نویسندگان ایرانی تبدیل شد. بعد از پایان جنگ و در دو دهه گذشته، با هشدار آیت الله خامنه ای مبنی بر شبیخون فرهنگی، نگاه محتاطانه ای نسبت به ادبیات و فرهنگ شکل گرفت، زیرا از دید مسئولان باید از انقلاب اسلامی ایران و اسلام در مقابل هجمه ها دفاع کرد. این مسئله در نگاه مسئولان فعلی دولت نیز ادامه دارد، به طوری که تیر ماه امسال وزیر فرهنگ و ارشاد در حکم انتصاب معاون جدید فرهنگی خود نوشت انتظار دارد دیدبانی و نگاهبانی مرزهای فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهد. به رغم اعتراض نویسندگان مستقل در ایران به نبود آزادی، بهمن ماه سال گذشته غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ایران در مراسم دولتی کتاب سال بر وجود آزادی برای انتشار کتاب در ایران تاکید کرد و در این حال گفت البته در ایران هر کتابی اجازه انتشار پیدا نمی کند. به گفته ی آقای حداد عادل، حرمت گذاشتن به مقدسات مردم و رعایت حریم‌های اخلاقی جامعه دو اصل ثابت ممیزی کتاب هاست. در مقابل این نظر، حقوقدانانی چون شیرین عبادی اصرار دارند که ممیزی مخالف قانون اساسی و قوانین بین المللی است. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن. اما مهمان برنامه امشب، همونطوری که ابتدای برنامه عرض کردم، خانم منیرو روانیپور هستند. خانم روانیپور از نویسندگان سرشناس ایرانی به شمار میان که چندین کتاب تا کنون از ایشون در ایران منتشر شده و از سال 2007 در آمریکا سکونت دارند. خانم روانیپور عزیز، سلام بر شما. سلام بر شما و بر بینندگان عزیز. اجازه بدید که سوالی رو که از بیننده های خودمون پرسیدیم از شما هم بپرسم. آیا به نظر شما که یک نویسنده هستید، آیا باید نویسندگان محدود بشن با ابزارهایی مثل سانسور و ممیزی یا خیر؟ آقای سیگاچی، من چون اولین دفعه است که مصاحبه چیز دارم، اینجوری دارم با وایس آف آمریکا، هنوز متعجب هستم، برای که توی اتاق نشستم و الان کلی ها منو میبینن و من میتونم راحت با شما صحبت بکنم. فکر میکنم همه اینا از افسانه های پریان، این اختراعاتی که شده ناشی از اون افسانه هایی است که سالیان سال پیش مادر بزرگ ها به بچه هاشون میگفتن و دارن. فکر میکنم اگر جلوی این افسانه گویی رو میگرفتن، آیا بشر به هواپیما، تلویزیون، ضبط صوت، اینترنت، این ابزاری که نشانه نبوغ بشریه، دست پیدا میکرد یا نه؟ بنابراین جواب من یک نه مطلقه، برای اینکه وقتی سانسور باشه، وقتی پایدن باشه، نگهبانی باشه، پاسداری باشه، تخیل انسان محدود میشه و محدود کردن تخیل انسان یعنی غارت نبوغ بشری. موافقین سانسور در ایران، چه مقام های دولتی چه برخی از فعالان حوزه فرهنگی که وجود دارن، میگن که نویسندگان توهین میکنن به مقدسات و غیره. آیا اساسا کار یک نویسنده توهینه یا استفاده از اون قدرت تخیل خودش؟ ببین، سانسور چی با نقاب های مختلفی میاد جلو، فقط نمیگه من سانسور چی هستم، میگه برای حفظ امنیت شما، برای حفظ امنیت اخلاق، حفظ امنیت شخصی، ملی و مقدسات. اول از این من به شما بگم که چیز مقدسی از نظر من دیگه وجود نداره، همه چی نسبی هست. آقای سیگارچی، یه زمانی همه ما با شنیدن صدای اذان واقعا یه حالت عجیبی بهمون دست میداد، ولی این صدای اذان برای کسی که سالیان سال تو زندان اوین بوده و شاهد شکنجه و آزار مردم بوده و صدا پخش می شده موجب شکنجه مردم شه زندانی ها می شده، فرق می کنه. ببین، یا حسین برای دختر آقای سارمی که دیروز اعدام شد،
فریاد یاسین نشانه اعدام پدرشه. برای کسی که رفته جبهه نشانه حمله هست. برای اون بیچاره‌ای که تو کویر گیر کرده و یه لیوان آب میخواد برای که تشنگیش رفع بشه، التماس میکنه که یه لیوان آب پیدا بشه و تشنگیش رفع بشه، نشانه سیدالشهداست. بنابراین مقدسات یه بهانه است برای چاپیدن و چپاول مردم، برای محدود کردن مردم و ضدیت با تخیل و در واقع ضدیت با تغییر. برای که ببین الان و آینده قدرت رو از حکومتگران میگیره، در نتیجه اونا دائم سعی دارن گذشته رو در اکنون و آینده تزریق کنن و ملت رو در گذشته نگه دارن. گذشته ای که بالاخره با همه تلاشایی که اینا میکنن رد میشه و با آینده خواهد پیوست. ولی ببین نادیده گرفتن فردیت انسانی و استعدادهای او، نیازهای او و همه را به شکل کلی دیدن و به شکل گله گوسفند، همه اینا کار یه آدمی سانسورچی هست که از راه دلسوزی وارد میشه. کلمات مثل مراقبت، مثل حرمت، ناموس، غیرت، ارشاد، رانمایی، همه اینا نقابایی هستش که سانسورچی میزنه و وادار میکنه سانسور شونده رو که متقاعد بشه که دارن به نفعش صحبت میکنن. درسته. در طول فرمایشات شما خانم روانیپور عزیز، همکاران من زیرنویس کردن آدرس سایت شما رو، سایت روز و شب، وبسایتی است که به خانم روانیپور ارجمند تعلق داره و احیانا اگر بینندگان میخوان بیشتر با آثار نوشته هایشون آشنا بشن و البته میدونم تعداد زیادی در ایران آشنا هستن، میتونن از طریق این وبسایت که همینک هم همکارانم زیرنویس کردن دسترسی داشته باشن به سایت روز و شب. یک گزارشی هست خانم روانیپور، میدونم که شما فقط صدای اون رو خواهید شنید، اما میخوام از بینندگان دعوت کنم این گزارش رو ببینن. خیلی گزارش کوتاهیه که در حقیقت بهش اشاره شده در دهه 70 به قربانیانی که به نام قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای میشناسه میشون و اکثر آنها فعالان فرهنگی و ادبی ایران بودن. این گزارش رو ببینید، برمیگردیم بحث رو با خانم روانیپور سعی می‌کنیم پی بگیریم، چون در این مورد من می‌خوام از خانم روانیپور سوالی بپرسم و فکر میکنم ایشون در این مورد نظر دارن. اگر همکاران من به من بگن این گزارش آماده است که بله. من ضمناً صدای اون دوستانی که از ایران با شما حرف میزدن رو مطلقاً نمیشنیدم. خب امیدوارم این مشکل فنی هم حل بشه که اون هم بشنن. این گزارشی که عرض کردم رو ببینید، برمیگردیم بیشتر با خانم روانیپور صحبت میکنیم. برخی از تحلیلگران دهه 1370 را مقطعی سخت برای نویسندگان ایرانی می دانند. با اینکه از میانه های این دهه با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات و تعیین عطاالله مهاجرانی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اندکی از فشارها بر نویسندگان و نهادهایی چون کانون نویسندگان کاسته شد، اما قتل سازمانیافته تعدادی از نویسندگان ایرانی اوج رعب و فشار در حوزه فرهنگی ایرانی بود. بسیار این قتل‌ها را ادامه ی روند سال‌های ابتدایی دهه 70 می‌دانستند، دوره‌ای که علی اکبر سعیدی سیرجانی شاید اولین قربانی آن بود. این نویسنده و پژوهشگر ایرانی به شکلی مشکوک در سال 73 درگذشت. تقریبا تا سال 77 این قتل‌ها ادامه یافت و نام‌هایی همچون احمد میرعلایی، غفار حسینی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده بر فهرست قربانیان افزوده شد. پس از این قتل‌ها مشخص شد گروهی در وزارت اطلاعات در برنامه‌ای از پیش تعیین شده در صدد حذف نویسندگان و فعالان فرهنگی و سیاسی ایران هستند. قتل نویسندگان با افشای ماهیت دست‌اندرکاران قتل‌های زنجیره‌ای از سال 77 متوقف شد. گزارش صدای آمریکا، واشنگتن.
بیننده برنامه روی خط هستید که بحث سانسور و ممیزی رو با سرکار خانم روانی پور پی میگیریم. خانم روانی پور، این گزارش اشاره‌ای داشت به قربانیان قتل‌های زنجیری از جمله آقای سعیدی سیرجانی تا این اواخر در سال 77. به نظر شما چرا نظام یا حداقل بخشی از نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که برخی از فعالان فرهنگی ادبی ایران رو حذف کنه؟ خب تمیه اونا طلایه‌داران تغییر بودن و تخیل قوی داشتن و به خلاقیت به تخیل خلاق دامن می زدن. نمی تونستن حرکات میمونواری رو توصیه کنن به خوانندگانشون، به مخاطبینشون. و ما می دونیم که کسانی که سانسورچی ها بخصوص طالب حرکات میمونوار و تکراری هستن و فقط میخوان چیزی رو بشنون که خودشون بارها و بارها شنیدن. قدرت این که فکر بکنن و گستری بیشتری رو ببینن ندارن. و چون وقتی گستری دید انسان وسیع‌تر بشه، نیازهای جسمی و روحی خودش رو میفهمه و در نتیجه تن به حاکمیت مستبد نخواهد داد. ببین، در چارچوب نگه داشتن، در فریمی نگه داشتن و قدرت حرکت رو، حرکت ذهنی رو حتی گرفتن از مردم، اینا کار یک دیکتاتوره، یک فاشیسته. و دیگر اندیشان، نویسندگان همیشه در طول تاریخ بر علیه این نوع تفکر بودن. البته اونایی که مستقل بودن، ما داریم کسانی که خب تو دربارای شاهان مثلا اونقدر شعر میگفتن برای شاه که طرف نمیدونست چکار کنه و دهنش رو اینقدر پر طلا میکرد که خفه میشد از طلا. همین الان هم مجیزگوی درگاه ولی فقیه هست و همین الان هم کسانی هستن که با همه زشتی ها و فلشتی هایی که در خیابان های کشور ما میگذره چشمشون رو همه اینا بستن، میدونی، و خودشون رو هنرمند هم میدونن. خانم روانی پور، مقاله اخیری که روی سایت روز و شب نوشته بودی در مورد نویسندگی ما، اشاره به یک جمله ای داشتید که در حقیقت اشاره به حکم ارتداد آیت الله خمینی برای سلمان رشدی داشتید و نوشته بودید، اگر اشتباه نکنم، که حکم ارتداد رشدی در حقیقت حکم قتل ما نویسندگان بود. چرا؟ دقیقاً ببین وقتی که جنگ تمام میشه، خب من همه اینا رو شاهد بودم، جنگ تمام میشه و اون پیروزی که در بوق کرنا کردن بهش نمیرسن، بالاخره بچه های صادقی که رفتن جبهه و وعده ها بهشون داده شده آمدن شهر و میخوان ببینن چی شد. باید یه دشمن فرضی درست میکردن و میدونه. و ببین دیگه، قبله حاجات اون عده‌ای که 7 سال جنگ رو پشت سر گذاشتن نمیتونه کسی باشه که دائم وعده بهش بده و خودش مثلا بشینه پنجره‌های خونش رو از ایتالیا بیاره. اینا با واقعیت روبرو شدن. من به لحاظ اینکه 1 سال شبکاری میکردم تو بیمارستان و با بسیاری از این مجروحان جنگی دوست بودم و حتی تا 8 کیلومتری خانقینم رفتم، با این جریانات و تغییر فکر اینا و سوالایی که براشون ایجاد میشد روبرو بودم و از نزدیک با حسش میکردم. خب اینا باید یه دشمن فرضی درست میکردن. کتاب سلمان رشدی که خیلی وقت پیشش چاپ شده بود، چرا قبلا اعتراضی نکرده بودن؟ حالا باید جهت نگاه ها رو به یک جای دیگه میبردن، بحران سازی میکردن تا اصل قضیه فراموش بشه، تا اصل هزاران آدمی که تو جبهه ها کشته شدن، زخمی شدن و حتی گم شدن، تا اینا خانواده‌هاشون نپرسن که چی شد، آیا فراموش شد؟ حالا بله، بعد اینا فتوا میدن و این فتوا در واقع فتوای مرگ ماست، برای که ما هستیم که داریم مینویسیم، ما هستیم که هنوز اعتقاد داریم که باید جلو این استبداد و این تجاوزی که به حقوق انسانی داره تو کشور میشه بیستیم. خیلی ها را که دیگه با یه سری فکرها در واقع یه جور محشویی کرده بودن. بله.
خانم روانی پور، حدود 3 دقیقه بیشتر از وقت برای گفتگو با شما برای من باقی نمونده. اجازه میخوام که نگاهی کنیم به تجربه حضور شما در اینجا و اینکه آیا برای نویسندگان در اینجا محدودیتی اعمال میشه یا خیر. اول به این سوال و بعد خواهشاً من دو تا سوالمو با هم میپرسم که شما با هم جواب بدید. به نظر شما نویسنده‌ای که الان در ایران فعالیت داره چه وظیفه‌ای داره در قبال محدودیت و سانسور؟ والا سال اولش اینه که من از وقتی اومدم اینجا چراغ روی میزم خاموش نشده، روی میز کارم، روی میز مطالعه‌ام، و همین برای من زیباترین حقیست که به دست آوردم. فارسی می نویسم درسته و مخاطبین من در سراسر جهان پراکنده هستن، ولی این فارسی نوشتن من ارتباط منو با زبان مادریم حفظ میکنه و من بسیار خوشحالم که میتونم بدون ترس و واهمه بنویسم و تخیلم چیزی جلو تخیلمو نمیگیره. این یک جوابتون، امیدوارم داده باشم. بله. و جواب به نظر من اصراری بر چاپ نکنن. من در طول عمر نویسندگیم اصراری بر چاپ نمیکردم، چون تو وقتی بخوای بری گردن کش کنی جلو یکی که حالا که اجازه بده، همین دست بالا بردن و اجازه گرفتن خودش ابتدای بدبختی است، ابتدای توقف کار. اینجا رو بزنی اونجا رو بزنی که اجازه چاپ داشته باشه، خب اون چیزی که در میاد اصلا تخیل نویسنده نیست، تخیل من نیست. ببین جهان به اندازه کافی ارتباطات قوی داره که اگر کسی جدی کار کنه و کار رو عاشقانه پیگیری کنه بالاخره به مقصودش برسه و خواننده‌های خودش رو پیدا کنه. تو حرفی داری برای گفتن، اگه حرفتو سانسور کنن برای چی مش کاغذ چاپ کنی؟ بله، خیلی سپاسگزارم. نکته ای هست مسی که نکته ای رو میخواستید بفهمید؟ نه من واقعا خوشحالم که هرچند من چهره دوستانم رو ندیدم، ولی از اینکه این ارتباط هست و این انرژی عاشقانه توسط توتالیتاریسم و حکومت‌های مستبد نتونسته سرکوب بشه و ما به اینجا رسیدیم، خوشحالم که از این ابزار انسانی استفاده میکنیم برای ارتباط گرفتن با مردم. قربان شما. خانم روانی پور عزیز، ازتون خواهش میکنم که اجازه بدید همینجا به بیننده های ما هم قول بدید که باز هم شما رو در برنامه روی خط داشته باشیم با این زبان شیوایی که شما دارید. قربان شما، اگه موضوعی باشه که من بتونم نظری داشته باشم حتما در خدمت خواهم. سپاسگزارم، روزتون خوش. به آقای تفتی و غلامرضای عزیزم سلام برسونید. قربان شما، خیلی ممنون. خب تا چند لحظه دیگر برمیگردیم برای اینکه همکارم ماندانا تدعیون بیاد و نظرات شما رو باهاش جمع‌بندی کنیم. خب همکارم ماندانای تدیون عزیز اینجاست برای جمع‌بندی نظر شما. سلام دوباره. سلام بر تو آرش. خب اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم، تقریبا تمام کسانی که نظر دادن گفتن که نباید سانسور وجود داشته باشه یا حداقل به این شکلی که وجود داره نباید باشه. توی وبلاگ ما ستاره نوشته که سانسور نباید باشد، آزادی یعنی همین. اگر کسی چیزی نوشته و مردم مخالف بودن نمیخرن، اگر هم حق کسی رو زیر سوال برد میتونن در یک محاکمه عادلانه دستور بگیرن که کتاب توقیف بشه، این بهترین راه هست. علیرضا هم توی وبلاگ ما نوشته که موافق سانسور و محدودیت هستن، به شرطی که ضابطه داشته باشه. ایران کشوری اسلامی است با قومیت‌های مختلف، یک نوشته گاه میتونه اساس مملکت رو به هم بزنه. به نظرم نباید هر کس خاص هر چیزی بنویسه، این روش بهتر است. بهروز از ایلام که نوشته که شعر میگه، توی وبلاگ ما نوشته که مجموعه چند سال کارهایم را برای انتشار به ارشاد بردم، اما بعد از 11 ماه گفتن چرا نوشته ای بوسه یا از کام تو، گفتن حذف کن. حذف که کردم بهانه جدید آوردن که این شعرت سیاسی است، دیگه قیدش رو زدم.
و بیننده دیگری که خودش رو به عنوان یک کتابدار معرفی کرده نوشته که یک نویسنده است، گفته که کتابی که بیش از یک سال روش کار کرده چاپش متوقف شد و در ادامه نوشته که یکی از دلایل اصلی پایین بودن سرانه مطالعه در ایران سانسور کتاب هست، چون با این روش کتابهایی که با سلیقه اقشار کتابخوان همخوانی داره سانسور میشه و مطالبی منتشر میشه که تکراری است یا با سلیقه قشر تحصیل کرده و کتابخوان همخوانی نداره. این هم نظر بیننده بود به نام یک کتابدار. به فیسبوک هم اگه سری بزنیم، توی فیسبوک ما علی نوشته که مسلماً سانسور نباید باشه، چون سانسور با روح اطلاع رسانی منافات داره، اما در ایران با توجه به اینکه آگاهی با روح نظام جمهوری اسلامی منافات داره، سانسور از اصول همیشگی این نظام هست. و توی ایمیل ها هم اگه فرصت باشه نگاهی بندازیم، ایمیل اول از علی هست از رفسنجان که نوشته با ممیزی کتاب نویسنده اشتیاقی برای نوشتن به کتاب ندارد، ناشر برای چاپ آن و خواننده برای خواندنش، چون نویسنده نمیتواند حرف خود را تمام کمال به خواننده منتقل کند و چنین کتابی فروشی نخواهد داشت، پس ناشر از چاپ آن میپرهیزد. و سامان وطن توی ایمیل خودش نوشته که کسی حق نداره به مردم بگه که چی بخونن یا نخونن، اگه دولت از درستکاری افرادش مطمئن بود نوشتن و خوندن مطالب براش ایجاد وحشت نمی کرد. حقیقت زمانی آشکار میشه که همه حرفان نوشته، شنیده و خونده بشه. سانسور و ممیزی فقط از ترس روشن شدن حقیقت هست. نظرات متنوعی داشتیم بر عکس تلفن ها که دو نظر تقریبا موافق سانسور داشتیم، در البته یکشون مخالف سانسور بود، اما روی فیسبوک خب من اینا رو از یعنی اولا از تمام دنیا تماس میگیرن، خیلی از سراسر ایران، از شهرهای مختلف، مثلا همه این کسایی که گفتن نباید سانسور باشه، بهنام صمد شاهد از کرمان نوشته، سامان مریم از تهران، سین آزاد از تهران، لیلا مؤید، علیرضا احمد و البته پرستو نوشته بودش که سانسور نباید باشه، گفته که لذت خوندن کتاب به بیان صریح و بدون سانسور نویسنده است. به هر حال بله، نظراتی که من میگیرم متفاوت است و از سراسر ایران و خیلی جاهای خیلی خوب امیدوارم رسید. این هفته همکاران ما از دیدن همکارمون حمیده آرمیده محروم بودن، امیدوارم به زودی حمیده برگرده از مرخصی و هفته آینده دو روز رو اجرای برنامه روی خط رو بر عهده داشته باشه تا بتونیم به یه مقدار کارا تقسیم بشه بین هم. بله. ممنونم که نظرات بینندگان رو مطرح کردی، امیدوارم روزهای دیگر هم در خدمت باشیم. تا چند لحظه دیگه برمیگردیم برای اینکه موضوع برنامه روی خط بعدی که شنبه شب خواهد بود رو خدمت شما معرفی کنم. بیننده برنامه روی خط هستید. در این چهارشنبه شب تقریبا به انتهای برنامه رسیدیم. بحث امروز ما در مورد ضرورت سانسور و آنچه که مسئولان دولتی ایران ممیزی مینامند بود. مهمانی داشتیم خانم منیرو روانی پور، اظهار نظر کردن در این مورد. امیدوارم از بحث امشبمون نتیجه‌ای گرفته باشید. اما موضوع برنامه روی خط بعدی که عرض کردم شنبه خواهد بود، به نظر شما آیا ایران باید به سازمان تجارت جهانی یا همون WTO بپیونده یا خیر؟ پیوستن به سازمان تجارت جهانی هرچند برای کشورها الزامی نیست، اما میتونه منافعی برای اونها داشته باشه که در این میان کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران مایل هستن به این پیمان بین‌المللی بپیوندن. جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر تلاش‌هایی رو شروع کرده، اما هر از چندگاهی مشکلات سیاست خارجی باعث میشه این کشور از پیوستن به سازمان تجارت جهانی محروم بشه. به نظر شما ایران باید به این سازمان بپیونده یا نه؟ مثلا الان مرزهای ایران به کشورهای عضو این سازمان بسته است، گمرکی وجود داره، هزینه هایی برای ورود کالا گرفته میشه. برخی میگن که اگر ایران به اون سازمان بپیونده خیلی از این مسائل حل میشه. نظر شما چیه؟ به نظر شما پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع مردم یا خیر؟ اگر نظری دارید، چه موافق چه مخالف،
بیاید روی خط و نظر بدید. امیدوار هستم در برنامه شنبه برعکس امروز بیشتر وقت داشته باشیم که نظرات شما رو بشنویم. بیننده اشاره کرد که گاهی بیان بینندهایی که روی خط میان و نظر میدن کامل پخش نمیشه و قطع میشه، فقط به خاطر اینکه اینقدر زمان برنامه‌مون محدوده و از المنت‌های مختلفی برای برنامه داریم که موجب میشه ما خیلی کوتاه نظرات رو دریافت کنیم. امیدوارم برنامه شنبه به گونه دیگر باشه و بتونیم بیشتر نظرات شما بینندگان رو داشته باشیم. از همین الان نظرتون رو در مورد پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی میتونید برای پیامگیر ما بفرستید. 201-202-205-9942 شماره پیامگیر برنامه روی خط هست که بعد از گرفتن این شماره کافی کد 92 رو بزنید و برای ما به مدت 2 دقیقه پیام خودتون رو بفرستید. غیر از این میتونید از طریق ایمیل با ما در ارتباط باشید. روی خط @voanews.com همکارانم زیرنویس کردن. البته الان وبلاگ رو میبینید، روی خط .blogspot.com آدرس وبلاگ ماست که میتونید نظر خودتون رو برای ما بفرستید و ایمیل برنامه که روی خط @voanews.com هست. خوشحال میشیم نظرتون رو متناسب با موضوعات برنامه و همچنین اگر نظر کلی در مورد برنامه دارید، موضوعی میخواید پیشنهاد بدید برای ما بفرستید، حتما همکاران من نظرات شما رو بررسی میکنم. مطابق چهارشنبه شبها تو این بخش توجه شما رو میخوام جلب کنم به بخش ویژه‌ای که هادی خرسندی آماده کرده. از همه شما تشکر میکنم که در این چهارشنبه شب همراه من و همکارانم بودید. تا فرصتی بعد، خدا نگهدار. سلامی گرم در این هوای سرد با یک رباعی سال نوی شروع میکنیم. تحویل بگیر سال میلادی را، از کف ندهی نشاط و دلشادی را. باشد که به بام سرزمینت بینی پرواز کبوتران آزادی را. حالا قبل از که رو بایی دیگر هم بخونم، آقای خاتمی رئیس جمهور قبلی شرایط شرکت اصلاح طلبان رو در انتخابات آینده گفتند و از جمله این که آزادی زندانیان سیاسی و شرایط آزاد برای فعالیت برای همه، آزادی زندان سیاسی رو مفسران سیاسی میگن، ایشون مخصوصا این رو میگه که در موقع انتخابات خودش رو زندان نکرده و حکمی که به جعفر پناهی دادند بر ظلم حقیر خود گواهی دادند، چون متهم هیچ گناهش دیدند این حکم به جرم بیگناهی دادند. در زیر عبا گذشته را دیدم رفت، آن سنگ تراشیده جاویدم رفت. شیخی دیدم که شق و رق در راه است، ای وای ستون تخت جمشیدم رفت. در سالن آن حراج الماس تکی می رفت فروش، نرخ آن تا فلکی. این مال من است، ره دهیدم به درون، نالید ز پشت در پناهنده حکی. تو این حراجی ها اگه گذرتون بیفته میبینید که مال اموال شما رو دارن میفروشن. در طی قرون این همه راه آمده ام، یک راست به این فرودگاه آمدم. بعد از عمری در به دری دانستم من با پرواز اشتباه آمدم. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، او این مصرع اصلا مال خود خیامه، این جنس اوریجینال. آن قصر که جمشید در او جام گرفت، از بانک برای قسط آن وام گرفت. پرداخت که شد وام طویل المدت، جایش به خوشی حجت الاسلام گرفت. عوضش از مال جهان مرا نه نقدی نه چکی، میلیون که به جای خیش حتی نه یکی. وقتی به سلامتی ز دنیا رفتم،
بر سنگ مزارم بنویسید زکی. آه ولی حالا اونایی که دارن، اونایی که دارند هم باغ دارند، املاک دارند، دانشگاه دارند، نمیدونم همه چی دارند، روزی که به خاک تیره پنهان بشوی شاید که گیاهی از گیاهان بشوی. از خاک تو گر سر بزند تنباکو با این همه وزن دود قلیان بشوی. خب اینها روایاتیست که در سال نو، در آستانه سال نو براتون خوندم. نیرو گیرد خصم مرتب از نفت، نیرو گیرد خصم مرتب از نفت، شد ملت ما زار و معذب از نفت. تو فکر جدا کردن دین از دولت، من فکر جدا کردن مذهب از نفت. اگه جدا کنیم دیگه نمیتونن این همه خرج قلع و قمع ملت بکنن. موسیقی